سلام دوستان امروز میخوایم با هم دیگه کیک اسفنجی در پلو با هم درست کنیم امروز از دو تا تخم استفاده میکنم زردی و سفید تخم از هم جدا میکنم سفیده تخم مرغ بهش پنجاه گرم شکر میزنم و با همزن برقی میزنم و به حالت ملنگن درش میارم بعد که به این حالت صفر شد به این حالت که وقتی بلندش میکنید نمیریزه تا این حد که شد میذاریمش کنار به این حالت آماده شد ملنگه رو میذاریمش کنار میریم سراغ زردید. خب به زردی تخمه و 80 گرم شکر میریزم و بهش یه قاشق چایخانی وانیل میزنم و همش میزنم به این حال 100 گرم بهش آرد کیک میزنم و 50 گرم نشاسته ذرت میزنم یه مقدار نمک خیلی کم نمک بهش میزنم بعد اینا رو همه رو میریزن در ظرف و علکش میکنم. کاملا همه علکش میکنم. یه همه کوچولو میزنمش. همش میزنم یکم. خب حالا 100 سی سی ماست آماده کردم من بهش دو تا قاشق چای خوری بیکین پوت میزنم و یه قاشق چای خوری جوش شیرین بعد اینو هم میزنم خب وقتی که بیکینگ پوت رو با جوش شیرین رو تو ماست میریزین هم میزن این شروع میکنه به پف کردن و زیاد شدن مادم بالا خب اه همش کنار اه دو, دو قاشق روغن غذاخوری دو تا قاشق رو بهش روغن میزنم بعد مایه کیک همش میزنم بعد ماستا رو بهش اضافه میکنم و همش میزنم طوری هم بزنید که کفایی که درست شده از بین نره خب بعد اینجا به سفیده تخم مرغ اضافه می زن... اضافه میکنم و همش میزنم انگار که داریم میبرین لهش نکنی خب داریم انگاه می حالت برش, برش برش بزنی همش بزنی خب که کفاش له نشه بعد اینو میریزن در پلوپس اگه دوست داشتیم مثلا میتونین تای پلوپس یکم روغن بزنی من هیچی نزدم بعد دو سه بار میزنمش آروم زمین که هوای اضافهش خارج بشه بعد میذارم توی پلوپس به مدت چهل دقیقه بپزه میتونید یه دونه خلان دندون بزنید توی کیک. اگر کیک بهش نچسبید کیکتون آماده است اگر بهش چسبید یه بار دیگه دکمه پلو پزه بزنید و بزنید به پزه خب خب کیک اسفنجی ما به این حالت آماده شد شما میتونید هر دیزاینی که دوست داشتی خامه اینا دکور دیزاینش کنید از اینکه تا آخر با من بودیم ممنون هستم و خوشحال میشن عضو کانال بشین